مقامات روسیه تصدیق کردند که در این کشور آشوبی مسلحانه شده است. این اظهارات آنها بعد از آن صدا داد که نیروهای شرکت خصوصی حربی وگنر شب 23 ایون از ولایت لوهانسک اوکراین بر راستاوی لبی دان در آمدند و بناهای اساسی حربی و دولتی را در این شهر جنوبی روسیه اشغال کردند. یوگنی پریگوژین مدیر وگنر مسئولان بخش نظامی روسیه از جمله وزیر دفاع سرگی شویگو را به نسل کشی و ناکامی عملیات در اوکراین گناهکار کرد و گفت که برای بازداشت شویگو شهری راستاو را گرفت ولی او شبانه از اینجا فرار کرده است. پریگوژین همچنین گفت که حربیان وزارت دفاع روسیه به نیروهای او پیوستند و می‌خواهد که از راستاو به سمت مسکو حرکت کند. در این بین مقامات روسیه راه‌های اساسی ماشینگارد را از راستاو به مسکو بستند. حاکمان چند ولایت این مسیر از شهروندان خواستند که بی ضرورت به کوچه نبرایند. همه ای مرکه های عام در این ولایت ها منع کرده شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین هم گفت که در پیوند به خبرهای رسیده در مسکو چاره های ضد تروریستی اندیشیده شده است. رئیس جمهوری روسیه در پی گزارش‌ها درباره اشغال انشاءات نظامی و اداره‌های دولتی از طرف جنگجویان وگنر در راستاو لبی دان گفت برای حفظ کشورش تمام کار را می‌کنند. ولادیمیر پوتین روز 24 ایون در پیام تلویزیونی عمل وگنر را بر رهبری یوگنی پریگوژین آشوب مسلحانه و خیانت نامید. دادستانی کل روسیه گفت که بزید مؤسس وگنر به اتهام تشکیل اسیان مسلحانه پرونده جنایی کشاد و پریگوژین از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. دعوای بین یوگنی پریگوژین با مقامات نظامی روسیه طی 2 ماه باز جریان دارد. این زمانی بود که پریگوژین ادعا کرد نیروهایش به گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نمی‌دهد. شرکت خصوصی وگنر که مؤسسش یکی از ثروتمندان نزدیک به رئیس جمهوری روسیه است، از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طرز قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عفو به میدان‌های جنگ برده است، کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.